بسم الله الرحمن الرحیم. روز قبل با قسمت فارمل و تاخیر خانمیم و امروز میم بالای اوتوسم. خب بخش فانکشن ما مکمل در بخش فرمولا میخوانیم، اول در بخش امو فانکشن های مهمه، اما یک تیزش در اینجا هم آمده که را باز هم باز در قسمت فانکشن تکرار خواهد کردیم، اما اینجا اینا به صورت اوتومات هم اجرا شده میتونم که پنج فانکشن از سان از افراج از count number max و min و بله مور فانکشنش نمیدیم چون نسل فانکشن هم در قسمت مکمل باز میخوانیم با تمام موضوع. خب فعلا میشه برای محاسبات ابتدایی از این استفاده بکنیم و اگر ما جدولی داشته باشیم و میخواییم که این ماشات را جمع بکنیم، خب نیم جمع شوستم اوتومات تشخیص میگنم این قسمت انتخاب میشه انتر. چند شد؟ 4046. این اگر میخواییم جمع بکنیم انتر 996 و 3005. دیگه همچنان میتونیم اوسطش پیدا بکنیم، اوسط مشاهد ما چند است؟ 339 دلار. کاون نمبر چند دانه است؟ چند نفر مش میگیره؟ چند است؟ 9. اگر یک شب پاک کنیم حال چند میشه؟ 8. مین باز مدد مکس بزرگترین عدد دریافت میکنم چند بوده؟ 700. و مین کوچکترین عدد دریافت میکنم چند بوده؟ 130. سم جمع میکنه عدد با هم به صورت اعتماد ایوریج اوسطش برام پیدا میکنه. کاونت نمبر تعداد خانه هایی که داخل از او عدد تایپ شده باشه حساب میکنه که چند خانه است. مکس بزرگترین عدد برام دریافت میکنه و مین کوچکترین عدد برام دریافت میکنه. فیل داون با طرف پایین پر میکنم هر چیزی که باشه مثلا طرف پایین انتخاب میکنیم میگیم چی؟ داون. رایت به طرف راست اپ به طرف بالا کنترل انتر ما باز بدتر نمیدونم کی انتخاب کنیم ولی کنترل انتر رو بزنیم او اول انتخاب میشه بعد تایپ میشه بعد کنترل انتر این اول باید انتخاب بعد از اون تایپ شده باشه باز کنترل انتر این تیار تایپ است ما میتونم کی انتخاب کرده از طریق اضافه بسید اکراس ورکشیت میخواییم میریم جدول به شیطه دیگه هم داره انتخابش میکنیم بعد با کنترل شیطه ما رو انتخاب میکنیم چند شیطه که میخواییم ما فعلا به دو شیطه انتخاب کردیم ما میریم بالا چی؟ فعل آل اکراس ورکشیت فالش بعد اولین گزینه چی است؟ آل آل چی ما رو تمام جدول انتخاب میده با تمام اختیارش اوکی میبینیم انتخاب کرد عنوانش انتخاب نکردیم عنوانش انتخاب نکردیم. خب پس کنترل زد میگیم فعلا اینا خالی شد یک بار مکمل انتخابش میکنیم و باز با کنترل شیفت دیگر انتخاب میکنیم تا وقتی با کنترل شیفت رو انتخاب نکنیم فعال نمیشه اکراس رو کشید کانتنس به صورت کانتنس انتخاب شد تنها مطیبتش میره این دیزاین جدول انتقال نمیکنه.
اما در صورتی که اگر ما فرمت انتخاب کنیم با تنها دیزاین انتقال میگیره، محتویات انتقال نمیگیره. دیزاین سیریوس رو کارم با دو شکل ما میدیم تبدیل کنیم، به شکل ردیف و به شکل سکون. رو اولین گزینه تایپ چیست؟ لاینر. لاینر چیست؟ به شکل خطی، یعنی به این معنی که مسلسل. مثلا ما دارم عدد یک یا دارم عدد یک و اینه میده میخواییم که مسلسل پیش بره تا کجا؟ میگم فیل، سیریوس و یک لاینر باشه تا چند؟ تا سی. میتونیم به شکل ستون بگیریم، بگیم عدد یک سیریوس و به شکل چی باشه؟ کالم باشه. تا چند پیش بره؟ تا شش. یک دو سه چهار پنج شش. اگه عدد دو رو بگیریم چی میشه؟ بگیم عدد ما چند است؟ دو. لاینر باشه، به شکل کالم باشه و تا چند پیش بره؟ تا چهل. پس با شکل مسلسل دو داره پیش میره، یعنی با تفاوت دو داره، یعنی دو، چار، شش، هشت، ده، دوازده، چهارده، شانزده و بالاخره تا چل. نور یک بگیریم بله. و اگر سه بگیریم با دو صورت سه سی هزد میگیم شروع ما سه هست، ختم ما مثلا چی باشه؟ شست و شش باشه. سه، شش، نو، دوازده، پانزده، هشده. خلاص اگر 4 بگیریم 4 8 12 14 16 18 20 24 28 32 بالاخره میشه. اگر 5 بگیریم 5 10 15 20 25 30 35 40 45 خلاصه میتونه ما تا زر زبانی رو از طریق از این جور بگیریم. استاد از 10 بگیریم بعد اونجا 1 20 30 40 50 اونجا بازار میشه. به صورتی که اگر ما اینجا با 10 بگیریم اینجا 1 نشته باشه و اینجا بگیریم کالا مثلا تا سی بهش بره باز اونمو یک عدد تفاوت میکنه، اما شروع ما از عدد چند است؟ ده است. اما تفاوت ما از اونجا مشخص میکنیم که چقدر تفاوت بکنه این شروع قیمت است. تفاوت از اینجا مشخص میشه، این باز مرحله خط میشه استاپش. تو اونم عددی که برسه اونجا چی میشه؟ خط میشه. ده باشه پنج بگیریم پنج پنج بالا میره پانزه بیس بیست و پنج بمیشه. و بعد گروت است. گروت چی است؟ با توان بالا میبره. مثلا اگر ما عدد چند انتخاب کنم، مثلا عدد شروع میشه از یک باشه از خود دو باشه و تفاوتی که بالا میره عدد هم پس چی باشه؟ مثلا دو عدد تفاوت بکنم. خب تا چند؟ تا چند. اگر ما لاینر بگیریم این چند میشه؟ چهار، شش، هشت، ده، دو، یازده. اما اگر گروت بگیریم ای با توان دو بالا میره، اگر سه باشه با توان سه بالا میره، یعنی چه قسم؟ دو با توان دو؟ چهار. چهار با توان دو؟ بالاخره چند میشه؟ نه، دو با توان دو میشه، یک عدد بالا میره، چند میشه؟ دو. باز چند میشه؟ چهار. با توان سه؟ هشت. شانزده. بالاخره چند میشه؟ سی و دو. و بالاخره تا چند پیش میره؟ سی و دو. چرا از این بالا نرفت؟ چون ما سرحد ما را چل تقیم کردیم. اگر از این بالا میرفتیم با چند میشه؟ شست و چهار. یا اگر ما عدد انتخاب کنیم مثلا مثال پنج، خب به توان چند چند عدد بالا برد؟ بازم با پنج. اگر ما اینه میره لاینر بگیرم پنج، ده، پانزده، بیست، بیست و پنج میشه. اما اگر گروت بگیرم به چند میشه؟ 5 25 125 625 که ما سرحد ما تا 100 بود. او خودم تا 40 بود چند؟ از اون خاطر پیشتر نه. خلاصه با توان بالا میره. 125 میشه. بله 25 است. میگه با توان نظر با 5 بالا بره.
اما شروعش هم از 5 است. میشه بگویم که تا 3000 3000 یعنی تا 25 625 از دیگه باز به توان بالا بره باز چی میشه؟ از دیگه از 3000 که بالاتر میشه یه چند است؟ 5 به توان 1 است. ای پایین بتوان چند است؟ 2 پایین بتوان 3 پایین بتوان 4 پایین بتوان 5 پایین بتوان 6 پایین بتوان 7 باز از 3000 کردن بیشتر بشه. بعد چی داریم؟ دد. دد چی است؟ تاریخ تحلیل میتن. مثلا ما اینجا یک تاریخ داریم میره پایین کش میکنیم. تاریخ نظر با چی تنظیم شده فعلا؟ نظر با چی است؟ روز است. 5-1، 5-2، 5-3، 5-10 و بالاخره تا 5-31 با 6-1 شد. بالاخره اگر دمای 12 که رسید 12 31 یا 30 که است شد بالاخره 12 رو 20 میشه است. یعنی روز تغییر میخوره، نظر با روز ما تغییر میخوره، نظر با ما باز سال تغییر میخوره. پس در اینجا فعلا تنظیم ما نظر به چی است؟ دیز. ما میتونیم نظر به ویکدی بگیریم. ویکدی چی میشه؟ ویکدی هم نظر به روز ترتیب میشه اما با یک تفاوت که روزهای شنبه و روزهای رخصتی خارجی و کدام روز است؟ شنبه و یک شنبه. یعنی دو روز از بین چی میشه؟ کشیده میشه. صرف روزهای رسمی باقی میمونه. 1، 2، 3، 5، 6، 9 می‌بینیم 5 و 6 4 و 5 بله 4 و 4 5 یعنی یک شنبه و یک شنبه. بعد ببینین 6 7 8 9 10 و 11 و 12 نیست. بازم 11 و 12 چی است؟ شنبه و یک شنبه. دو روز رخصتی از اون است. یعنی به طور ترتیب میگنه که روزای رخصتی در این نیست تاریخش. و میدونیم بگیم نظر به چی باشه؟ ماون باشه. یعنی نظر به ما تغییر میکنه، روز ثابت باقی میمونه. نظر ما با سال تغییر میکنه. 2019 5-1، 2019 6-1، 2019 7-1 اما روز اول ثابت باقی میمونه. نظر به ما اول اگر اینجا 20 میبود کلش 20 میشد. نظر به ما اولین روز ای ثابت باقی میمونه. ما تغییر کردن ما 12 کشنیم 2020 شده 2021-1 2022-1 این زیادر به چی بدر نیخوری؟ خیلی یک هست مثلا بشه 20 باشه کلش 20 میشه روز. مثلا از بانک قرضه میگیریم. در قرضه باز ما ثابت نیست. ما تغییر میخوره روز ثابت است. اگر تو در تاریخ 25 قرضه میگیری باید در ماه دیگه در اون تاریخ قرضه رو بپردازی. در ماه بعدی هم باید در اونجا باز اگر ستون داشته باشه این روز ثابت میمونه اما ما تغییر میکنه. پس به اساس ما در اونجا پول میپردازی. یعنی نیست که در این ماه در 27 پول پرداختی در ماه دیگه در تاریخ اول بپردازی یا تاریخ 15. پس با همون اساس اونم روز هر روز میری خرزیت همه پردازی ما یک پوره شد باید میپردازی. پس میشه در اونجا سی کار گره و بالاخره ایر است. ایر چیز با سال تغییر میکنه ما روز ثابت است. 2019 5-1 2020 5-1 بالاخره تا هشنگ است. امکان داری هم در بعض جای استفاده محدود داشته باشه. بعد اوتوفیل است. اوتوفیل چی است؟ اوتومات خانه پوری شده. مثلا میگم 1، میگم 2، میگم اینه میده تا اینجا خانه پوری بود. من نمی‌فهمم که چند میشه. پس میگم سر چی؟ سیریز و اوتوفیل. تا اونجا که انتخاب کردیم اوتومات خانه پوری بشه. جستیفای داری بود. هرگاه چند کلمه داشته باشیم اما در یک ستون امکان گنجش نباشه.
در اون صورت زمانی که ما اگر انتخاب کرد جستیفای بگیم هر کدامش در گویجه جداگانه تقسیم می کنیم. فلاش فیل ما یک جدول داریم در اینجا نام ها نشته است مثلا احمد بشیر و محمود و خب حال میخوایم که نام مکملشون هم نشته شد. اگر یک 500 نفر باشه نشته کردن نام مکمل از بسیار وقت میگیره. مثلا اولش باید من نشته بکنیم احمد بابوری، یعنی اسم با تخلص. اما اگر کل زیر مبنی شکل تایپ کردن برو وقتی بیشتر رو میگیره. پس من اولش انتخاب میکنم امرو به خانه خالی و ایره نمونه بک انتر خواب برم و باقی ماندهش از طریق فیل و فلاش فیل آنو بریم. نه تنها یک جا می سازه بلکه جدا هم ساخته می داره. پس میگیم اسم، پس بازم باید مثال بتون تا که انتر بفهمیم احمد و بعد ایره انتخاب می دونم بگیم چی؟ فیل و فلاش فیل. پس یک مثال ما خانه بری می کنیم، فلاش فیل ما نظر بام یک مثال با قماده خانه رو بر ما خانه بری می کنیم. کلیر کلیر آل تمام جدول پاک میگنه با همه چیزاش. کلیر فرمت تنها دیزاین پاک میگنه، دیگه چیزا باقی میمونم دیزاین ما پاک میشه. کلیر کاندل محتویات پاک میشه، دیزاین باقی میمونه، حتی کومنت هم باقی مونه، محتویات پاک شد. کومنت فقط نظریه رو پاک میگنه، دیگه نظریه وجود نداره. هایپرلینگ ارتباط پاک میگنه. مثلا ما تا هنوز هایپرلینگ در اکسل نخونیم اما در ورد خونده بودیم. در این سل این شکل است، میریم بالای هایپرلینک میشه به یک سل یک فایل چی بکنیم؟ ارتباط بکنیم. وقت سر اونم کلمه کلیک کنیم اونم فایل برای ما چی بکنن؟ باز بکنن. خب من نمی هر چیزی که هست نمی ده که ارتباط دادم به این، وقتی که سر ازی کلیک کنم و یس ببین برای من فایل یا مستقیم هم باز میگه باز فایل باز فایل باز یس خواستمش مشکل نداره، بینید هم فایل برای ما باز کرد. یعنی به این نمی کلمه اونم فایل چی بکردن؟ ارتباط دارم. اگر بخوایم که اینمی ارتباط پاک شوه میشه مستقیم هم بیره انتخاب کنیم یا میگیم در هر جایی که ارتباط هست تمامش پاک شوه. پس میریم از قسمت کلیر و میگیم کلیر پایپلینگ.
یه بالایی کلیک کنین چیزی باز نمیشه، اما رنگش باقی مانه. پس کندل زد میگیم حالا ببینین امو ارتباط پس دوباره فعال شد. میگیم این بار باید ارتباط مکمل با تمام سیستمش پاک شد. باز او صورت چی میگیم؟ ریموف فایبر لینک. یکی کلیر فایبر لینک داریم که ریموف فایبر لینک داریم، حتی دیزاینش هم پاک میده، اما دیگه چیزی باقی نمیمونه بجز خود امو محتویات. امیدوارم دیزاین پس از این حال